درودهای گرم مسیحای منو بپذیرید. من کشیش الناتان باقستانی هستم و به یکی دیگه از سلسله دروس بررسی انجیل یوحنا خوش آمدید. خیلی خوشحالم که میتونیم یک بار دیگه با هم جمع بشیم و از خداوند بخوایم که از طریق کلامش با ما صحبت بکنه. باشه که امروز هم کلام خدا باعث برکت و حیات مضاعف زندگی روحانی ما بشه. هللویا. میریم با هم دیگه در ادامه بررسی فصل اول که در واقع تا به حال 34 آیه رو بررسی کردیم ادامه میدیم و به فیض خدا که امروز بتونیم فصل اول رو به اتمام برسونیم. در انجیل یوحنا فصل اول آیه 35 و 36 اینگونه اومده: و در روز بعد نیز یحیی با دو نفر از شاگردان خود ایستاده بود، ناگاه عیسی را دید که راه می‌رود و گفت اینک بره خدا. هللویا. این دو شاگرد احتمالاً اندریاس و یوحنا بودن که اندریاس یا اندرو ترجمه جدید میگه یک نام یونانی بود به نام برای این شخص که در واقع به معنی مروت هستش، و یوحنا پسر زبدی که مادرش هم سالومه هستش، برادر بزرگتر یعقوب. هر دوی اونها شغلشون ماهیگیری بود و به احتمال قوی اینها از شاگردان یحیای تعمید دهنده بودن که یحیی به اونها میگه که از پی عیسی از اکنون برن. اینگونه او توجه شاگردانش رو به عیسی جلب میکنه و ما خوانده شدیم، همه ما ایمانداران مسیح خوانده شدیم که از عقب عیسی بریم. خدا رو شکر برای خادمین، خدا رو شکر برای کشیشان، خدا رو شکر برای کلیسا، ولی ما خوانده شدیم که از عقب عیسی بریم و توجه مردم را نیز به عیسی معطوف کنیم. عیسی همانند یک سایه در زندگی ما نیستش، بلکه او یک شخصیت حقیقی، واقعی، خداوند و نجات دهنده و در واقع شفیع ما هستش که ما میبایست او را به جهانیان، به اطرافیان و در زندگی خودمون در رأس همه چیز قرار بدیم. نکته بعدی در این آیه یحیی تمام توجه اطرافیان رو به عیسی به عنوان یک بره که میبایست برای گناهان جهان قربانی بشه یا جهان رو برهانه، رهاننده جهان باشه و معلم کاملی که حقیقت آسمانی رو تعلیم میده جلب میکنه. نکته خیلی خیلی حیاتی هستش که یحیی برای ما به نمونه میذاره که ما چقدر باید در صدد این باشیم که او افزوده بشه، عیسی افزوده بشه، عیسی بلند کرده بشه و نه انسان، نه ما. و اینکه یحیی از دوباره عنوان حقیقت عیسی واهمه ای نداره. او هرگز نمی‌هراسه از اینکه موقعیت من در خطر بیفته یا اینکه جانم در خطر بیفته، بلکه عیسی را به عنوان قربانی خدا به جهانیان معرفی میکنه، به اطرافیانش، به شاگردانش معرفی میکنه. و این همون چیزیست که کلیسای امروز باید انجام بده. میدونم که در خیلی از مواقع برای ما در واقع نظر اجتماعی موقعیت فراهم نیستش، ولی این اون حقیقتیست که خدا میخواد. عیسی گفت از عقب من بیاید و گفت برای شما سختی خواهد بود، جفا خواهد بود، ولی خوشا به حال شما اگه منو به دیگران معرفی کنید، منم در آسمان نزد خدای پدر و نزد فرشتگان شما را معرفی خواهم کرد. یحیی شاهدی شجاع، وفادار، امین و در واقع او حسود نبودش، بلکه او دوست داماد بود و افتخار میکنه که صدای عیسی باشه. من و شما هم باید صدای عیسی باشیم، از نام او نه فقط شرم و خجالت نداشته باشیم، بلکه به عنوان کسی که شناخته که حقیقت و راستی از تنها راه هستش برای نجات بشر، او را به دیگران معرفی کنیم. اما حقایقی چند در مورد بره خدا با هم نگاه بکنیم. این بره خود خدا و از طرف خود او و برای قربانی شدن تمام گناهان بشر به این جهان پای گذاشته بودش. خدا او را مهیا کرده بودش. او در گذشته سایه متفاوت رو در هر گونه از زمانها و ایام به قوم اسرائیل داده بود که
او هم عیسی مسیح یا مسیح موعود به عنوان بره قربانی خواهد آمد و او جان خودش رو برای گناهان تمام بشر عطا خواهد کرد. و نکته بعدی اینه که این بره یا عیسی مرکز پیام انجیل است. و اگر شما کمی من و شما کمی اطلاعات داشته باشیم راجع به تمام عقایدی که به ضد مسیح هستن، متوجه میشیم یکی از اون چیزایی که شیطان همیشه خواسته مخفی نگاه داره و مردم رو ندونن اینه که عیسی قربانی گناهان ما شده، چون اون اصل ایمان یک مسیح هستش، چون اون خبر خوش انجیل هست که عیسی برای گناهان ما مرده، از طریق مرگ مسیح بر روی صلیب به عنوان قربانی کامل خدا برای گناه و قیام او پس از 3 روز که ما اگر به او اعتقاد داریم میتونیم زندگی ابدی داشته باشیم. این اون چیزیست که یک نفر احتیاج داره که بدونه که مسیحی محسوب بشه، که باور داشته باشه بله مسیح برای من قربانی کامل گناه شد و روز سوم از مردگان برخاست. این واقعیت که خود خدا قربانی رو فراهم کرده که کفاره برای گناهان ماست، بخشی از مژده یا خبر خوش با شکوه انجیل هستش که به وضوح در اول پتروس فصل اول آیه 18-21 پتروس به اون اشاره کرده. میگه زیرا میدانید که از شکوه زندگی باطلی که از پدرانتان به ارث برده بودید باز خرید شده. اینو داره با یهودیای مسیح شده صحبت میکنه، ولی شامل حال من و شما هم میشه. نه به چیزهای فانی چون سیم و زر، بلکه به خون گرانبهای مسیح، آن بره بی عیب و بی نقص که پیش از آفرینش جهان مقدر گشت، اما در این زمانهای آخر برای شما ظهور کرد. شما به واسطه او به خدا ایمان آورده اید، به خدایی که او را از مردگان برخیزانید و جلال بخشید، بدان سان که ایمان و امیدتان بر خداست. چقدر زیبا پتروس این مکاشفه خدا رو برای ما باز میکنه که خیلی برای ما قربانی مسیح رو، قربانی شدن مسیح رو برای ما با شکوه و پرجلال ذکر میکنه. باشه که این دلیل شکرگزاری هر یک ایماندار باشه که خداوند متشکرم که قربانی کامل شدی برای من، که داوطلبانه همچون قربانی برای گناهان من بر روی صلیب رفتی و این ارمغان را آوردی که من میتونم با ایمان به تو نجات پیدا بکنم. اما در ادامه آیات ما میخوانیم که عیسی از مردم دعوت میکنه. ما در اینجا بخشی و تعدادی از شاگردان آینده عیسی را میبینیم که با عیسی روبرو میشن و را ملاقات میکنن. در آیه 37-40 به این مبحث برمیخوریم. میگوید و چون آن دو شاگرد کلام او را شنیدن، گفتیم احتمالا اندریاس و یوحنا بودن، از پی عیسی روانه شدن. پس عیسی روی گردانیده آن دو نفر را دید که از عقب او می آیند. به دیشان گفت چه می خواهید؟ به دو گفتن ربی یا ربای که به معنای معلم یا استاد هست، به کسی اطلاق می شد که در واقع کلام خدا را تعلیم می داد. در کجا منزل می نمایی؟ به دیشان گفت بیایید و ببینید. خیلی در واقع گفتگوی جالب اینجا صورت میگیره. عیسی میدونه اونا داره از عقب اون میان، برمیگرده به اونا نگاه میکنه، میگه چی میخوای؟ دنبال چی میگردید؟ خیلی مهمه. شاید در نگاه اول این به نظر بیاد که عیسی چرا اینجوری صحبت میکنه، ولی در واقع او از ما هم این سوال هر روز میکنه، چی میخواید از من؟ آیا ما عیسی را به عنوان یک امامزاده، یک پیغمبر که فقط میتونه نیازهای ما رو برآورده کنه نزد او میان، چی میخوایم؟ از او چه انتظار داریم؟ آیا او خداوند و نجات دهنده ما هستش؟ خیلی مهم بود که این دو شاگرد به چه چیزی ایمان دارن، به چه چیزی اعتقاد دارن، چقدر باورشون درست هستش. و خیلی جالبه که اونها او رو به عنوان استاد یا ربای معرفی میکنن و عیسی هم میگه خب بیاید از اقای من ببینید، بیاید از اقای من ببینید. آنگاه آمده دیدن که کجا منزل داره، کجا زندگی میکنه، و آن روز را نزد او بماندن و قریب به ساعت 10 بودش. یوحنا خوب گزارش میده این موضوع رو.
بعد از تشویقات یحیای شاگردان تصمیم میگیرن که از عقب عیسی مسیح برن. ما هم باید نه تنها خودمون از عقب عیسی مسیح بریم، بلکه در خدمات خودمون مردم رو تشویق کنیم که از عقب عیسی برن. نباشه که طوری برنامه‌ریزی بکنیم، طوری رفتار بکنیم که انگار مردم باید از عقب ما بیان. نه، ما باید نمونه خوبی باشیم برای جهانیان، ولی هدف ما اینه که مردم در پی عیسی برن. تأخیر کردن در این تصمیم همیشه خطرناک و به ضرر یک ایماندار در واقع مبدل میشه. خیلی خطرناکه. ما همواره و هر روزه باید از پی عیسی بریم، پشت بر جهان و رو به عیسی، رو به صلیب عیسی. هر روزه، هر لحظه، هیچ چیزی نباید توجه ما رو بهش جلب بکنه مگر عیسی قیام کرده از مردگان. این سوال عیسی از همه پیروان او هستش: از من چه میخوای؟ عدیدگاه خداوند ما، انگیزه و قلب ما بسیار مهمه. عیسی همیشه آماده پاسخ دادن به سوال و درخواستای ایمانداران هستش. آیا ما حقیقتا مایل هستیم به هر قیمتی از او پیروی کنیم؟ این سوالیه که باید از خودمون بکنیم. باید بدونیم که ما چقدر حاضریم هر بهایی رو پرداخت کنیم. اگه آبروی ما هستش، اگه موقعیت اجتماعی ما هستش، اگه شرایط مادی ما هستش، هر آنچه که هستش، آیا ما حاضریم از پی او بریم؟ آیا عیسی رو به خاطر خودش میخوایم همونطور که گفتم، یا برکات رو؟ در کجا منزل مینمایی؟ ما میخواییم تو رو بشناسیم، میخواییم با تو باشیم. هر ایماندار باید راههای خدا رو بشناسه، قلب و مکان او را بشناسه. خیلی مهمه، خیلی مهمه که ما بدونیم عیسی چی فکر میکنه، انگیزه عیسی چیه، تعلیم عیسی چیه، اعتقاد عیسی چی هستش، او چه هویتی داره. این اون چیزیست که هر ایماندار مسیح باید راجبش فکر کنه. عیسی از هر ایماندار دعوت میکنه تا آمده او را ببینن و بشناسن. خیلی مهمه. این در واقع قلب عیسی هستش، این تفکر عیسی هستش که ما بتونیم او را بشناسه. عیسی همیشه طالب کسانی است که در پی او هستن تا او را بشناسن، در دعای خصوصی، در روزه، در انکار نفس، همچنین وقتی ما فروتن میشیم و میتونیم اون موقع خدا رو بشناسیم. وقتی ما قلب توبه کار داریم، از طریق کلامش، در روح ایمان و محبت، وقتی میبخشیم، وقتی دیگران رو میبخشیم و در نهایت در اطاعت از او پیش میریم. تنها با عیسی همراه شدن و با او وقت گذاشتنه که او را خواهیم شناخت. پس باید در نظر داشته باشیم که اگر میخوایم کاملا عیسی رو بشناسیم، بعد هر چیز دیگه رو انکار بکنیم، بعد هر چیز دیگه رو پشت سر بذاریم و فقط طالب او باشیم. اما مقام ما در مسیح چی هستش؟ بریم آیات 41 و 42 رو هم با هم بررسی کنیم. و یکی از آن دو که سخن یحیی را شنیده بود، یحیی اونها رو تشویق کرد که از پی عیسی برن، پیروی او نمودن. اندریاس، برادر شمعون، که در واقع همون پتروس هست، اما قبل از که پتروس بشه یا کیفا خوانده بشه، او شمعون نام داشت که به معنی اینه که خدا سخنان مرا شنیده. او اول برادر خود شمعون را یافته. پس شمعون پتروس برادر اندریاس یا اندرو هستش. به او گفت مسیح را، که ترجمه آن کریستوس هستش، مسیح موعود هستش، یافتی. و چون او را نزد عیسی آورد، عیسی بدون گریسته گفت تو شمعون پسر یونا هستی. خب اندریاس هم بود، ولی خیلی جالبه که عیسی مطابق نیاز هر کس با او برخورد میکنه، با او سخن میگه. و اکنون کیفا خوانده خواهد شد. این اولین برخورد هستش، اولین برخورد پتروس شمعون با عیسی. این گونه است که عیسی اول هویت او را میخواد تبدیل بکنه، و ما اینو میبینیم در طی 3 ثانیه‌ای که پتروس با عیسی زندگی میکنه. مرتب هدف عیسی هستش که او هویت جدید خودش رو بشناسه. او قبلا خدا سخن مرا شنیده بود هستش، ولی حالا تبدیل به صخره میشه، به سنگ میشه، صخره‌ای که عیسی میتونه روی او و زندگی او جلال خودش رو
هویدا بکنن. چقدر عالیه که ما اون زمین باشیم، اون شخصیت باشیم. کلیسا میتونه رو ما حساب بکنه و از طریق ما نام خودش رو جلال بده. ولی در واقع پیشگویی است که عیسی در مورد زندگی روحانی آینده پتروس میکنه. عیسی برای هر کدوم از ما برنامه داره. ما میدونیم که نقش پتروس در کلیسای یهودی زادگان و عبرانیان چقدر حیاتی و مهم هستش که جزء ارکان اصلی کلیسای اولیه محسوب میشه. ولی او باید تبدیل شدن خودش رو، هویت خودش رو پیش از هر چیزی بشناسه و درک کنه. پس اکنون کیفا خوانده خواهد شد که پتروس به معنی صخره هستش. هر کسی که عیسی را بیابه حکمت و فهم و گنج الهی را یافته، که اینگونه نه تنها خود او دولتمند میشه، بلکه وسیله میشه در دستای خداوند تا دیگران را دولتمند بسازه. هر بار که اندریاس رو در انجیل ملاقات میکنیم، میبینیم کسی رو نزد عیسی میاره. شاید دو سه بار بیشتر راجع به اندریاس ما نمیخونیم در عهد جدید، ولی هر بارم که میخونیم عجیبه که روح القدس دوربین رو میبره روی این محور که اندریاس کسی رو نزد عیسی آورده. اگه امروز دوربین بر زندگی های روحانی ما قرار بگیره، ما چه چیزی رو مشاهده خواهیم کرد؟ دنیا چه چیزی رو خواهد دید؟ عیسی مسیح چگونه بر ما شهادت خواهد داد؟ این نکته است که بعد هر کدوم از ایماندارا برش توجه داشته باشیم. از طرفی کسی که مسیح رو ملاقات کرده نمیتونه خاموش بمونه. این نکته بارز هر کدوم از شاگردان عیسی مسیح است. چه قبل از که عیسی مروی صلیب بره، چه بعد از که مسیح از مردگان برمیخیزه که اونا متحول میشن، تولد تازه پیدا میکنن. در مورد اون زن سامری میخونیم در کنار چاه که اینگونه رفتار کرد. در مورد زکا میخونیم. در مورد هر کس که عیسی را ملاقات کرد او نتونست خاموش باشه. باشه که امروز با شرایط سختی که وجود داره در اطراف ما فارسی زبانان، این را سر لوحه زندگی خودم قرار بدیم و این شجاعت رو داشته باشیم که به هر قیمت که شده در مورد عیسی با دیگران صحبت بکنیم. او تبدیل به یک شاهد خواهد شد. من و شما اگه حقیقتاً مسیح رو ملاقات کردیم، تبدیل به شاهدی خواهیم بود. اندریاس با برادر خودش در مورد عیسی صحبت میکنه، بحث نمیکنه، نمیاد بگه که ببین تو اشتباه میکنی، تو باید توبه کنی، بلکه فقط عیسی رو معرفی میکنه. مستقیما با سادگی سخن میگه. او پتروس رو با خودش نزد عیسی میاره. مطمئنم هست که عیسی پتروس رو هم میپذیره. هللویا. بعدا میبینیم که وقتی مادر زن پتروس بیمار میشه و تب شدید داره، از عیسی میخواد که برای او دعا بکنه. این اون چیزیست که به صورت زنجیروار در زندگی هر کدوم از شاگردان عیسی مسیح ما در عهد جدید میبینیم. عیسی هم به سادگی پتروس رو میپذیره. وقتی کسی کاملا عیسی رو ملاقات میکنه، عیسی نامی جدید به او عطا میکنه. این نام یک نام روحانی است. اغلب با من تماس میگیرن، میگن من مسیح شدم، اگه میشه اسمم رو عوض کنم یه اسم مسیحی بذارم. ما اسم مسیحی نداریم در کتاب مقدس. یا عبرانی هستن این اسامی، یا یونانی و رومی هستن. و این نکته که مهم اینه که در همین انجیل یوحنا فصل اول خداوند نام جدید به ما میده و ما فرزند خوانده خدا هستیم. نام جدید. عیسی آن ظرفیت و نادیده های خوب یک فرد رو میبینه. شاید خودمون هم متوجه نمیشیم که چند خصوصیتی داریم که خدا میتونه روی اونا حساب بکنه. ولی خدا همه چیز ما رو میبینه. آینده، گذشته و حال ما رو خبر داره. وقتی کسی با مسیح ملاقات میکنه، هرگز نمیتونه همان شخص قبلی باشه. او دارای هویت و اسم جدید که خود خدا به او عطا میکنه خواهد شد. همیشه بشارت ما دوستان باید از اهل خانه ما شروع بشه. مخصوصا که در این ایامی که در این روزگارانی که در واقع ما فارسی زبانا به راحتی نمیتونیم در کشوری که هستیم بریم مژده انجیل رو به دیگران بدیم، چون خطرناک هستش. چقدر عالیه که ما از منزل خودمون شروع کنیم. از خونه خودمون شروع کنیم. با نمونه شدن، با آنچه رو که از خادمین یاد میگیریم، آنچه رو که از انجیل میخونیم، با اهل خانه خودمون طبق هدایت روح القدس در میون بذاریم.
در این قسمت موفقیت مبشر رو هم میتونیم ما مشاهده بکنیم که همون اندریاس هستش. اندریاس اولین نفر رو برای ملکوت خدا سید میکنه. هللویا. چقدر هیجان انگیز بوده برای اندریاس که در خاتمه آن روز میتونه بگه من مفید واقع شدم برای پیشبرد ملکوت خدا. اول عیسی منو دعوت کرد که از پی او برم، حالا من میتونم برادر خودم بیارم. و چقدر جالبه که ملکوت خدا در خانه اندریاس بنا میشه. ما آنچه که بیشتر راجع به پتروس میبینیم کمتر راجع به اندریاس میبینیم، ولی به این معنی است که نقش اندریاس کم بوده. همیشه باید اندریاسی باشه که پتروسی هم وارد عمل بشه، دیده بشه. پس مهم نیست ما در چه موقعیتی هستیم، مهم اینه که آنچه که خدا به ما سپرده و از ما میخواد رو بتونیم با دیگران در میون بذاریم. هللویا. نجات یک شخص برای خداوند بسیار حائز اهمیت هستش. کسی نیست که در این دنیا وجود داشته باشه که خدا نخواد که او نجات پیدا بکنه. عیسی مسیح برای همگان مرد، برای ارامنه مرد، برای آشوریا مرد، برای امریکایی ها مرد، برای چینی ها، ژاپنی ها، برای ایرانی ها، افغانی ها، برای همه مردم، زن، مرد، کوچک و بزرگ، که هر که به او ایمان بیاره نجات پیدا بکنه. اما چگونه میتونه یک کسی رو نسبت، چه چیزی میتونه کسی رو نسبت به عیسی مشتاق کنه؟ اشتیاق روحانی ما از کجا به وجود میاد؟ چگونه هست که چه اشتیاقی در اندریاس هست؟ اولا سه مورد اینجا با شما در میون میذارم. قبل از هر چیزی ابتدا باید با خود عیسی وقت صرف کنیم. هر چقدر ما با عیسی بیشتر وقت صرف کنیم، او میتونه قلب خودش، دید خودش، هویت خودش رو در ما دوپلیکیت بکنه، در ما قرار بده. هر چقدر ما بیشتر در حضور او بمانیم، تفکر او رو نسبت به دیگران میابیم، انگیزه ما عوض میشه و ما اونگونه برخورد میکنیم با دیگران که عیسی میخواد. دوم، باید برای این منظور اشتیاق داشته باشیم. باید اشتیاق داشته باشیم که خدا میخواد دیگران نجات پیدا بکنن. و سوم، باید خود عیسی را به فرد گم شده معرفی کنیم. وقتی ما عیسی را به دیگران معرفی میکنیم، عیسی به راحتی میتونه قلب مردم رو لمس کنه. ولی اگه بخوام راجع به عیسی با دیگران بحث بکنیم، یه مقدار درها بسته میشه، محدود میشه. ما دنبال نمیگردیم که موقعیتی باشه مذهب تو بده، شرایط تو بده، مال من بهتره. کافی عیسی رو معرفی کنیم، کافی بگیم عیسی چه کرده، و اون موقع است که زندگی مردم تبدیل میشه، دگرگون میشه. در آیه 43 در همین فصل اول ما ببینیم که عیسی از در واقع انسان دعوت میکنه، از آدما دعوت میکنه. و در این آیه ما ببینیم که در او با فیلیپوس یا فیلیپ روبرو میشه. بامدادان چون عیسی خواست به سوی جلیل روانه شود، فیلیپوس که معنی اسم او دوستدار اسب هستش، رو یافته به دو گفت از عقب من بیا. جالبه در دو مورد اولی ببینیم، نکته اول اینه که اندریاس و یوحنا خودشون از عقب عیسی میان. نکته دوم یا دیدگاه دوم ببینیم که اندریاس هست که پتروس رو میاره. و نکته سوم اینجا ببینیم عیسی خودش دنبال فیلیپوس میره. پس خداوند طریقای متفاوتی داره، خداوند به طرق مختلفی عمل میکنه. گاهی وقتا خود او شخصا به ملاقات ما میاد، گاهی وقتا او فرشتگانش رو میفرسته. من زیاد دوستان زیادی رو میبینم که با من تماس میگیرن و میگن که من چنین خواب رو دیدم، چنین رویا رو دیدم. و گاهن مردم از طریق تلویزیون، از طریق اینترنت، از طریق شخصی با عیسی آشنا میشن. ولی در بعضی موارد ما میبینیم که عیسی خودش شخصا به ملاقات آدما میره. و این دعای ما باید باشه: عیسی بیا و عزیزان منو، خانواده منو، دوستان منو ملاقات بکن. و عیسی این کار رو انجام میده چون قلب عیسی هستش. یکی از مهمترین صفات عیسی خداوند اینه که او خودش به سراغ پیروانش میره، خودش میاد. کلام خدا در عهد عتیق میگه چشمان خدا در جهان گردش میکنه، دنبال کسایی میگرده که طالب روی او هستن تا اسرار خودش رو مکشوف بکنه، تا دید خودش رو بده. و ما بسیار میبینیم که در عهد عتیق خدا خودش شخصا به سراغ اونا میره و اونها ملاقات میکنه، در حالی که سایر رهبران از مردم انتظار دارن که
آنها نزد آنها برد. عیسی در لوقا باب 15 به ما تعلیم میده که او به سراغ گوسفند گم شده رفتش، همچون چوپانی به سراغ گوسفندی گم شده بود رفتش. ولی رهبران دنیا مذاهب دیگه به زور با به طرق مختلفی که الهی هم نیستش میخوان که مردم از عقب اونا برن. خدا هرگز این کار رو نمیکنه. خدا ما قلبی آزاد داده، اراده آزاد داده که ما میتونیم خودمون تصمیم بگیریم که آیا میخوایم از عقب عیسی بریم یا نه. خدا میخواد، آیا ما هم همینو میخوایم؟ در نظر داشته باشید که نوشته شده عیسی رفته فیلیپوس رو یافت و نه فیلیپوس. خود عیسی شبان اعظم به سراغ فیلیپوس میاد، ما رو دعوت میکنه تو از عقب او بریم، از او دعوت میکنه که از عقب او بره. با همین یک کلمه و اقتداری که در کلام عیسی بود، فیلیپوس مجذوب شد. من نمیدونم تون صدای عیسی چگونه بود که فیلیپوس نتونست بگه چرا من؟ اصلا نتونست درنگ بکنه، فکر بکنه، بلا فاصله از عقب عیسی میره. خدا همیشه سهم خودش رو انجام میده و البته سهم ما یا فیلیپوس ها هم در واقع این هستش که از خداوند اطاعت کنیم. نبوت همین هست. آنچه که در کلام خدا وعده شده همینطوره. خدا وعده رو داده، خدا نبوت رو میده، ولی این ماییم که تصمیم میگیریم که آیا میخوایم در زندگی ما صورت بگیری یا نه. در کلام خدا میبینیم که خدا وعده های زیادی در مورد ایلام یا ایران داده. ولی آیا سخن اینجاست؟ آیا ما کلیسای فارسی زبان این رو از خدا میخوایم که در زمان حیات ما این وعده های خدا تحقق پیدا بکنه؟ یا یعنی اینکه نسل بعدی، گروه بعدی که خواهن آمد. من میخوام شاهد آنچه که خدا در کلامش گفته باشم در زمان حیات خودم. حتی یه روز مونده به زندگی خودم بر روی زمین مشاهده کنم که خدا تخت سلطنت خودش رو در ایلام بنا میکنه. پس خدا دعوت میکنه، نبوت دعوت هستش، ولی سهم ما اینه که بگیم لبیک، من هستم، من حاضرم، من هرچی که تو بخوای انجام میدم. به طور ساده و عملی آنچه که او از ما میخواد اطاعت هستش. طبیعت مسیحیت این هستش که مردم باید دعوت بشن از عقب عیسی برن و خود او مشارکت، صمیمیت و دوستی نزدیک میخواد با هر یک از ما داشته باشه. این اراده خدا هستش. هللویا. تنها با تسلیم شدن به عیسی و از عقب او رفتن هستش که ما را به مقصد میرسونه، کامیاب میشیم و برکات الهی او را تجربه میکنیم. دعوت خدا از هر مسیحی که رفته خبر خوش انجیل رو به دیگران موعظه کنه. از عقب عیسی رفتن مستلزم شناخت و اعتماد به او هستش. این شناخت و اعتماد تنها با قدم ایمان و شنیدن کلام در ما پدیدار میشه، به وجود میادش. وقتی به او گوش فرا میدیم، وعده‌های خدا در زندگی ما عملی میشه. پس دو نکته مهم هستش. اولی که وقت بگذاریم تا او را بشناسیم، اهمیت قائل بشیم برای اینکه او هست، و دومی که اطاعت بکنیم. که اگر اطاعت نکنیم چرا باید خدا خودش رو و اسرار خودش رو بر ما مکشوف بکنه؟ اما عیسی از ما دعوت میکنه، از عقب من بیا، از عقب من بیا. و جالب اینجاست که در آیات 45 و 46 میبینیم که عیسی از فیلیپوس و از من شما دعوت میکنه که بیاییم و مشاهده کنیم آنچه را که در قلب او هست، آنچه که او در مد نظرش هستش. فیلیپوس هم رفت و نتنائیل که معنی اسمو میشه خدا عطا کرده، همون الاتان هست، فرق نمی کنه، عطا کرده شده از جانب خدا. نتنائیل رو پیدا کرد و به او گفت ما آن کسی را که موسی در تورات ذکر کرده و انبیا در باره او سخن گفتن پیدا کرده. یه مکاشفه جدید میبینید. از یحیی شروع میشه، به اندریاس میرسه، از اندریاس به پتروس میرسه، به یوحنا میرسه، یوحنا بعدم برادرش یعقوب رو میاره، حالا فیلیپوس میره نتنائیل رو میاره. اینجا خیلی برای ما زیبا و عالی هستش. میدونم که میتونیم دقایق زیادی رو وقت صرف کنیم راجع به این مطلب و این پیامی که اینجا وجود داره. و این نکته مهمی اینه که
او چنان مکاشفه پیدا کرد در همان برخورد اولی که با عیسی داره، مطمئنا عهد عتیق خوب بلد بوده که میتونه با اطمینان به نتنائل بگه که بیا، آنکه را که موسی و انبیا گفته بودن حالا ما دیدیم، الان اومده. هللویا. او عیسی پسر یوسف و از اهالی شهر ناصره است. نتنائل بگو آیا میشود از ناصره چیز خوبی هم بیرون بیاید؟ فیلیپوس جواب داد بیا و ببین، بیا و ببین. مردم دیدهای مختلفی نسبت به مسیحیت دارن، به اطرافیان خودشون دارن، ولی مهم اینجاست که ما اونها رو در برابر خدا قرار بدیم، اجازه بدیم که اونها خودشون خدا رو ملاقات بکنن. و فیلیپوس به زیبایی این کار رو انجام میده. برای آموختن درباره مسیح باید به کلام خدا، نبوت‌های عهد عتیق رجوع کنیم. جای داره دوباره اشاره کرد که حقیقتاً مسیح را ملاقات کرده باشه، کسی که مسیح را ملاقات کرده او را با دیگران مخصوصاً خانواده خودش معرفی میکنه. او میره و میگه من مسیح را پیدا کردم. من نمیخوام ابدیت رو بدون خانواده‌ام در آسمان باشم. خدا را شکر خانواده من، خانواده همسرم نازنین جان مسیح رو پیدا کردن و امروز فامیل من براشون دعا میکنم. امیدوارم خدا من این رحم بکنه، فرصت رو بده که اونها هم مشاهده کنن که حقیقتاً عیسی چگونه مسیح هستش. تمام کتب، شخصیت های کتاب مقدس در مورد مسیح سخن میگن. اون محور اصلی همه چیز هست دوستان عزیز. اگر شما کتاب پیدایش رو میخونید، سوالاتی براتون به وجود میاد، چرا همه چیز ذکر نشده؟ کتاب دانیال رو میخونید، کتاب استر رو میخونید، چرا خیلی چیزای تاریخی رو ذکر نکردن؟ به خاطر که محور اصلی 66 کتاب کتاب مقدس، عهد عتیق و عهد جدید، تنها مسیح هستش. بلاغه مثل اونی که کتاب تاریخی رو بخونید که فقط راجع به ایران بگه، راجع به چین نگه، یا اگرم میگه خیلی کوتاه بگه، راجع به آمریکا نگه، راجع به اروپا نگه، چون هدف نویسنده این بوده که فقط ایران رو معرفی کنه. به همیشه کرکتر اصلی و شخصیت اصلی، دوربین در واقع فقط به سمت عیسی میره و راجع به عیسی سخن میگه. نتنائل یعنی هدیه خدا، به احتمال قوی همان برادر برتولما بوده استش. هللویا. همان برتولما هستش در واقع که در عهد جدید بعدا راجبش میخونیم. دیدگاه ما انسانها یا افراد مثل نتنائیل معمولا این گونه است، اما دیدگاه خدا متفاوته. ما نیز شاید باور نداشته باشیم از ناصره، از فردی که مثلا از دیدگاه اجتماعی یه مقدار برای ما قابل هضم هستش، شخصیت جانی هستش، شخصیت منفی هستش، چیز خوبی در بیاد. به احتمال قوی ما میفهمیم که در ناصره چیزی خوبی یا اخبار خوبی از خودش به جا نگذاشته بودون شهر. مگه ممکنه که مسیح از جای ضعیفی ظاهر بشه؟ ناصره ارزش و جایگاه مسیح رو نداره. این دیدگاه نتنائیل است. و امروز هم بسیاری از ما اینجوری فکر میکنیم، مگه میشه این شخص ظالم، این شخص منفی، این شخصی که اشتباه هستش در اون چیز خوبی پیدا بشه؟ این دیدگاه انسانی است، ولی در خوبه که قلب خدا داشته باشه. و وقتی به نسب‌نامه عیسی مسیح نگاه میکنیم در انجیل، به شخصی برخورد میکنیم که او گذشته ناپاکی داشت به نام راهاب فاحشه، که در کتاب یوشع میبینیم که او باعث میشه قوم اسرائیل نجات پیدا بکنن و در زمره در واقع اجداد مسیح قرار میگیره. او همیشه از افرادی که شاید از دیدگاه اجتماعی و انسانها خوب به شما نمیان استفاده کرده و امروز هم میتونه این کار رو بکنه. کافیه ما به خدا اعتماد کنیم. او میگوید بیا و ببین. با سخن دیگران یا با یک فکر قضاوت نکن، خودت بیا و ببین. بعضی از افراد میگن که چون اجداد من گفتن، چون اون پیغمبری که من بهش اعتقاد دارم گفته، پس من نمیتونم به مسیح ایمان بیارم. شاید قابل هضم نیست که دیگران چی میگن، دیگران راجع به این موضوع چی فکر میکنن.
ولی ما ایرانی ها سخن خوبی هم داریم، کسی رو تو قبر کسی قرار نمیدن، خوبه که خودمون بریم تجربه کنیم. من دیدم کسایی که اومدن گفتن من به خاطر شوهرم هست که به مسیح ایمان آوردم. این خوبه ولی کافی نیست، ما باید خودمون عیسی رو ملاقات کنیم و تجربه کنیم. برعکس اگه کسی هم به صورت منفی راجع به مسیح صحبت میکنه، خوب نیست که ما قضاوت بکنیم، بلکه خودمون بریم تجربه کنیم، خودمون بریم تجربه کنیم. بله، این حق مسئولیت و انتخاب خود فرده که فرد و یا موضوعی رو امتحان کنه. و یادم میاد که پدر بزرگ من همیشه میگفت پرسیدن عیب نیست، نه پرسیدن عیب هستش، چنان که کلام خدا میفرماید همه چیز رو تحقیق کنید و به آنچه نیکوست متمسک بشید. عیسی رو نمیتونیم با چیزهای خوب این دنیا مقایسه بکنیم، چون عیسی برتره. بیاید ببینید، کلام خدا میگه بیاید و بچشید و ببینید که خداوند نیکوست. هر کس خودش باید او را انتخاب بکنه. مهم نیست که شخص از سابقه یا چه مکانی میاد، مهم اینه که خدا او را برای کاری انتخاب کرده باشه. این نکته خیلی مهمی هستش. پس اگر من از در این خانواده به خصوصی به دنیا اومدم، این حتی کافی نیستش و بدونم که اراده خدا برای من چی هستش، نقشه خدا برای من چیه. ما نمی‌بینیم که نتنائل با فیلیپوس بحث بکنه، فیلیپوس با نتنائل بحث بکنه، بلکه از او میخواد که نزد خود عیسی آمده و خود او را تجربه کنه. آمین. اولی یوحنا باب 1 آیه 1 تا 4 میگه بیاید آنچه که ما چشیدیم، تجربه کردیم، لمس کردیم، تجربه کنیم. هللویا. هر کس خودش باید یک بار در زندگی خودش به خودش فرصت بده، به خودش این حق انتخاب بده که خدا را بپذیره. و در آیات 47 تا 49 ما راجبه مکاشفه مسیح بودن عیسی ما میبینیم که یوحنا مینویسه. چون عیسی دید نتنائل به سویش میاد، دربارهش گفت. اولین برخورد عیسی با نتنائل هستش. ما در اینجا یه نقاشی داریم که گمان میرسه که نتنائل زیر درخت نشسته و عیسی راجب نتنائل این گونه میگه: به راستی که این مردی اسرائیلی است که در او هیچ فریبی نیستش. نتنائل بگو من از کجا میشناسی؟ جا میخوره نتنائل. عیسی پاسخ داد: پیش از آن که فیلیپوس تو را بخواند، هنگامی که هنوز زیر آن درخت انجیر بودی، تو را دیدم. نتنائل پاسخ داد: استاد، تو پسر خدایی، تو پادشاه اسرائیلی. هللویا. می‌بینیم که او چنان اسرار او را ما در عهد جدید در کتاب اول قرنتیان باب 12 می‌بینیم که عطای علم رو می‌بینیم که یکی از عطایی است که روح قدس به کلیسا و بعضی از ایمانداران میده و عیسی از عطای علم برخوردار هستش. او صاحب عطایا هستش در واقع. و در آنی که او برمیگرده از چیزی صحبت میکنه که شاید اصلا با عقل انسانی جور در نمیاد، نتنائیل مطمئن بود که در زیر درخت انجیر فردم داشته کلام خدا رو میخونده، عبادت میکرده، هیچ کسی در او اطراف وجود نداشته که او را ببینه. و حالا عیسی آمده در برخورد اول چنان مکاشفه رو به امیده، چنان سخنی رو میگه که او را در واقع متعجب میکنه. آنچه که در این ملاقات مهمه اینه که عیسی قلب ها و افکار رو میدونه. البته عیسی نگفت که نتنائیل گناهکار نیستش، بلکه گفت هیچ فریبی در او یافت نمیشه. یک ایماندار یا یک اسرائیلی که همونطور که در روح بود در جسمم هستش. هیچ چیزی وجود نداره که از خدا مخفی باشه. دوستان عزیز، عبرانیان باب 4 آیه 13 میفرماید هیچ چیز در تمام آفرینش از نظر خدا پنهان نیست، بلکه همه چیز در برابر چشمان او که حساب ما با اوست عریان و آشکار است. چه منفی چه مثبت، همه چیز بر عیسی مکشوف، او با خبر، او مطلع ازش. این نشان دهنده اینه که خداوند نیت، دل، انگیزه، احساسات، اشتیاق و آرزوهای ما را میدانه. دوستان عزیز، ما در پی نباشیم چیزی رو از دیدگاه انسان ها مخفی نگه داریم، چون که خدا از آن چیزی که مخفی هست مطلع هست، او با خبر هستش. بلکه در پی این باشیم که خداوندا آنچه که در درون من هستش بیا و بیازما،
بیا نیات منو، افکار منو تمیز بده ای خداوند، تمیز کن، طاهر کن، چرا که داوود این دعا رو میکنه. عیسی آنچه که به طور مخفی اتفاق افتاده بود و خیلی عالی میبینه، احتمالا او زیر درخت انجیر مشغول ارتباط داشتن با خدا بوده و جایی که هر روز به حضور خدای خیش حاضر میشده. کلام خدا میفهمد چشمان خداوند بر روی زمین گردش میکنه. در اون جایی که شما الان نشستید دارید این پیامو، این درس رو گوش میکنید، عیسی نیز حضور داره. اون جایی که به شما ظلم شده، عیسی حضور داشت، عیسی هست و عیسی در آینده شما هم هستش. او مکان رازگاه ما را میبینه. خداوند وقتی که ما حتی کارای کوچیک انجام میدیم میبینه. عیسی ما را میشناسه، چرا که او خود ما را خلق کرده. او در کنار ما هستش. کولسیان باب 16 میفرماید زیرا همه چیز به واسطه عیسی آفریده شد، آنچه در آسمان، آنچه بر زمین است، دیدنی ها و نادیدنی ها، تخت ها و فرمان روایی ها، ریاست ها، قدرت ها، همه موجودات به واسطه او و برای او آفریده شده اند. مضافاً به این که او به ما حق انتخاب داده. او کسی که داره ظلم میکنه حق انتخاب اوست. او بابت اون ظلمی که میکنه چه بر زمین چه در آسمان باید پاسخگو باشه. اون کسی که بر روی زمین داره کارهای نیک انجام میده، کارهای درست انجام میده، خدمات او درست هستش، چه بر روی زمین چه در آسمان از خداوند پاداش خواهد گرفت. او مخصوصا رازگاهان ما را ببینه، دعاهای ما را میشنوه. نتنیاهو در این ملاقات با دیدن این کسی که آمده و اسرار را بازگو میکنه به پسر خدا بودن مسیح ایمان میاره. این موضوع بسیار دارای اهمیتی که ما در برابر عیسی مسیح چگونه واکنش نشان میدهیم و آن چیزی که به زبان میاریم چگونه هستش. نتنیاهو تصمیم میگیره و اعلام میکنه عیسی تو پسر خدا هستی، تو پادشاه اسرائیل هستی، در واقع همون مسیح موعود هستی. آیا او استاد، پسر خدا و پادشاه زندگی ما هست؟ عیسی استاد مسلم روش زندگی نتنیاهو هستش. آیا عیسی استاد مسلم زندگی روحانی و زمینی ما هستش؟ عیسی تنها پسر یگانه پدر است که او را به ما میشناساند. دوستان عزیز، عیسی پادشاه و حاکم بر همه دنیا و قلب‌های ما انسان ها هستش. یکی از طرقی که این موضوع رو برای ایماندار مکشوف میکنه خواندن کلام خدا هستش. وقتی ما تمرکز میکنیم بر کلام خدا بیشتر متوجه میشیم خدا این فرصت رو به ما میده که او را بشناسه. و در دو آیه بعدی ما میبینیم که عیسی مسیح راجب عمل بزرگتر یا اعمال بزرگتر سخن میگه. عیسی در جواب گفت، آیه 50 و 51، آیا فقط به علت این که به تو گفتم تو را زیر درخت انجیر دیدم ایمان آوردی؟ بعد از این کارهای بزرگتری رو خواهید دید. بعد از این اعمال بزرگتر رو خواهید دید. آنگاه به او گفت یقین بدانید که شما آسمان را گشوده، فرشتگان خدا را در حالی که بر پسر انسان صعود و نزول میکنن خواهید دید. این اون چیزیست که در آینده همه ما مشاهده خواهیم کرد، که وقتی عیسی به جلال آسمانی خودش بازگشت کرد، او از مقام کبریایی که بیش از بنیاد عالم برخوردار بود. همین آیه در راجبی صحبت میکنه که عیسی خداونده، چون فقط خداست که فرشتگان رو عبادت میکنن. و اینجا عیسی میگوید که من بعد شما این رو مشاهده خواهید کرد. انسان بعد از این عیسی جلال خدا را خواهد دید، جلال عیسی را خواهد دید. طبیعت، کاملیت و خدمت و معجزات، اخراج ارواح پلید، شفاها و حتی زنده کردن مردگان چیزیست که ما در ادامه آیات کتاب انجیل یوحنا و سایر اناجیل به کرات مشاهده میکنیم. پس عیسی پرده رو کنار میزنه و میگه که این فقط قسمت از اون چیزیست که من هستم. چیزهای عالی تر و بزرگتری وجود داره که تو مشاهده خواهی کرد. عزیزان، عیسی
در یک بار از زمان انسان شد، مثل من و شما شد، خودشو محدود کرد. این یک واقعیته، ولی عیسی خیلی بزرگتر از یک انسان هم هستش. عیسی خود خدا هست، خدای متعال، که تمامی قدرت در آسمان و زمین و زیر زمین در دست او هستش. راه آسمان به زمین وسیله عیسی باز شد. دوستان عزیز، هیچ پیامبر، هیچ مخلوق، هیچ فرشته‌ای نیستش که میتونه آسمان رو به زمین باز کنه. این بدین معناست که مکاشفات خدا بر اساس بر انسان روشن خواهد شد. آنچه که عیسی به نتانئیل گفت قسمتی از شخصیت خارق‌العاده او بودش. بعد از این همگان کارهای بزرگتری از عیسی خواهند دید. رهایی بشر از زیر سلطه گناهان، برنامه اصلی عیسی برای هر کدوم از افراد بنی بشر بوده و هست و خواهد بود. همینطور این بدین معناست که عیسی ما بین انسان و خدا میانجیگری خواهد کرد. این قسمت همچنین به رویای یعقوب در کتاب پیدایش باب 28 آیات 10 الی 17 اشاره میکنه. عنوان پسر انسان اقلن بیشتر از 40 بار در اناجیل اومده. 40 بار. عیسی خداوند با جسم پوشیدن خود را از مقام هستش خالی کرد و به شباهت ما در آمدش. عیسی این عنوان را برای خودش به کار برد. اقلا در 5 مورد ما این رو میبینیم. در ارتباط قدرت بخشش گناهان استفاده میکنه. خداوند خود بر شبات، او صاحب شبات هستش، سبت، برای قیام خود از مردگان از این عنوان استفاده میکنه. نکته 4 برای گشتن و پیدا کردن گمشدگان استفاده میکنه. و در نهایت برای آمدن داوری نهایی این عنوان رو برای خودش استفاده میکنه. در پیشگاه خدا فرشتگانی وجود دارن که اراده خدا رو بر بشر روشن میکنن. آنها قوت خداوند عیسی را معرفی و او را خدمت میکنن. او را در بیابان و در باغ جتسیمانی یاری میدن و حتی وقتی عیسی از مردگان زنده میشه در آنجا حضور دارن. این فرشتگان خادمین عیسی هستند که از او حفاظت کرده و یاری میدن. و اینجا عیسی میگه شما فرشتگان را خواهید دید. هللویا. و شاگردان دیدن. جلال بر نام خداوند. در آیاتی که در روز گذشته و امروز با هم دیگه بررسی کردیم، در درس قبلی و امروز بررسی کردیم، یوحنا 4 طریقی رو که مردم نزد عیسی می آیند رو نشون میده. اول اندریاس توسط موزه یحیی نزد عیسی میاد. دوم پتروس توسط شهادت برادر خودش نزد عیسی میاد. سوم فیلیپوس را خود عیسی به طور مستقیم میخونه. نتنائیل بر اثر رویارویی، یک رویارویی شخصی با عیسی، از پی او میره. خدا رو شکر برای طریقهای خدا. این قسمت همچنین به ما 4 طریق شهادت دادن در مورد عیسی را نشون میده. یحیی شهادت میده که عیسی ابدی هستش. او به طور خاص با روح القدس مست شده. او برای خداست و پسر منحصر به فرد خدا هستش. اندریاس شهادت میده که عیسی همون ماشیخ، مسیح موعود هست، پادشاه هستش. فیلیپوس شهادت داده که عیسی آن شخص است که عهد تعطیل درباره او نبوت کرده و سخن گفته. و نتنای شهادت داده که عیسی پسر خدا و پادشاه اسرائیل هستش. خب با این اوصاف ما بخش اول باب اول که انجیل یوحنا رو با هم تموم میکنیم. چند هفته ایستادیم و نکات مختلفی رو، شخصیت مختلفی رو در کتاب یوحنا فصل اول بررسی کردیم و بعد هفته آینده که با هم برمیگردیم میریم باب دوم انجیل یوحنا رو میخونیم که اولین معجزه عیسی رو در اون ثبت کرده و نوشته. و مطمئنن خداوند پیام های بسیار عالی با شکوهی داره که میخواد از طریق باب دو هم با ما صحبت بکنه. دعا میکنم که آنچه که بر نتنائیل گذشت، بر فیلیپوس گذشت، بر پتروس گذشت، بر اندریاس گذشت، هر کدوم افراد گذشت و باعث برکتشون شد، باعث برکت شما و هر ایرانی و هر فارسی زبان بشه، باشه که مکاشفات خدا باعث بشه که ما تشویق بشیم و خدا رو در هر شرط که هستیم خدمت کنیم و جلال بدیم. شما رو دوست دارم. تا درس بعدی که خدمتتون برسم
شما رو به دسته خدای زنده می‌سپارم. شاد.